بنام خدا و عرض سلام خدمت همه شاگردان عزیز، بازم خوش آمدن به ادامه ویدیوی طریقه انستالشن و نصب و به کارگیری از سکوید پروکسی که یکی از کشنگ پروکسی هاست و ایره ما در داخل فایروال و راوتر پی اف سنس میخواستم نصب کنیم. خب در ویدیو قبلی ما سکوید پروکسی خود را نصب کردیم، کانفیگوریشنش هم انجام دادیم تا به این قسمتی که ما یک واید ایریا نتورک سایت داریم که پاسورد آی پی آدرس عبارت از 192.168.43.10 است و یکی هم لوکال ایریا نتورک یا لند سایت داریم، آی پی آدرس 192.168.51 و این لوکال ایریا نتورک ما یک نتورک داخلی را ساخته و دی تی سی پی ریست کردیم که دی سی پی ما با آی پی آدرس است از 192.168.50.100 شروع می شد تا 192.168.50.120 ما ست کرده بودیم. میریم کلاینت خود باز می کنیم که کلاینت ما می تانه آی پی بگیره یا نه. البته کلاینت ما را وقتی ما ست می کردیم کلاینت ما را جزو نتورک انترنال ساخته بودیم. کلاینت ما یس عبارت از خود ویندوز ما، اگر ما تنظیمات از را ببینیم در بخش نتورک، اگر ما تنظیمات سیو ببینیم کلاینت ما انایسیش انیبل کردیم و انترنال نتورک گرفته بودیم و نام انترنال نتورک که ما در انستالیشن پی اف سنس داده بودیم ای را اینجا انتخاب کردیم که تا چه شوه ای جزوه نتورک داخلی یا لان لوکال ایریا نتورک ما شوه و بتانه که عضو ازی شوه. پس ما چه میکنیم؟ میریم کلاینت ما که ویندوز 10 هستی را ران میکنیم. ویندوز دای ما در حالت ران داده است، البته ما سی دی زیرا چیز نکده بودم از خاطر در ما نمایش می تر وقت که ریستارت کنم یا ستارت کنم میگه که بود فرام سی دی. کلاینت ما در اینجا در آی پی ستنگش اوتوماتیک را باید انتخاب کنیم و انتخاب اوتوماتیک باید که کلاینت ما از دی ایچ سی پی که انترنال نتورک دانجا ست کرده بودیم آی پی باید بگیره. مشخصاتی که ما در ویندوز وضع کرده بودیم ویندوز ده بود، 4 جی بی رم داده بودیم، 2 کور سی پی یو پردازی داده بودیم، 128 ام بی ویدیو میموری داشت و 20 جی بی هم هارد دسک و با تنظیمات متواقیش. خب همین کفایت میکرد به نظرم. خب برای فعلا ما لود کردیم، لاگین میشیم.
شد، یک چند ثانیه صبر میکنم تا مکمل لود شده که باز استک نمانه. خب میریم نتورک ستینگز را چک میکنیم. Change adapter option. Come solo car make on. The actual piece of thing is made him. IPv4. دبل کلیک میکنم یا پراپرتیز میگم. خب اینجا از قبل اتوماتیک انتخاب است، درست است. بیره میشه که خب اگر شما دی سی پی را اینجا فال نکده باشین هم استفاده کرده میتونین، به خاطر که یک کلاین دارین از امو رینجی که خود سیستمتان اینترنال نتورکتان است، از همو رینج فقط یک آی پی را به قسم استاتیک اینجا ست میکنین. قسم کار هم کده میتونین و وقتی که دی سی پی سرور تان اگر نصب کردین باز میتونین که ایره پس چکنین اوتومات کنین تا از دی سی پی چکنه آی پی بگیره. خب ایره میبینیم که آی پی آدرس ما چیه، 192.168.50.100. ما رنج دی سی پی ما را از 100 تا 120 داده بودیم، پس آی پی اولی که 100 هست برازی داده شده. یه هم نت ماسکش هست و یه هم گیتوی ما که عبارت هست 51 هست که عبارت از ای سیستم ماست، ای خود پی اف سنس ما چند بود؟ 192.168.50.1 ای گیتوی قرار گرفته برای سیستم ما و آی پی فور دی سی دی ان اس هم ما همی را داده بودیم مستقیم. خب خوب است، ماشیم که انترنت اکسس داریم، یعنی تال رو نو انترنت اکسس گفته. خب خیلی برای فعلا یکان وقت تال میخوره چون من از امرای موبایل وصل هستم با انترنت اکسس. یکم یک چیز میخوره تال میخوره من چک کنم که دی ان اس اپن کنم. میتونم گوگل دی ان اس اپن کنم؟ بله گوگل دی ان اس ما را اپن کردم. میتونم خود گوگل اگر اپن کنیم خب مشکل نیست، در لوپ مندازم که چک کده برا. خب خیلی بدون از او هم ما میتونیم که چیز خود را گیت به خود را پین کنیم. 192.168.50.1 گیت به ما پین میشه. ببینیم که چیز هم پین کرده میتونیم یا خیر. 43.10 ای هم از آی پی آدرسه پیف سنس یا راوتر ما بود، راوتر ما هم پیگ میشه. میبینیم در ستاتوس ما بله اینجا ما کنکتیویتی انترنت کنکتیویتی ایلند پیدا کردیم. CLS باید گوگل را پیگ کنم. خیلی مشکل نیست، ما فعلا کنکتیویتی داریم. یکان وقت ای دال میبره. خب میریم براوزر خود باز میکنیم. ما کروم براوزر نصب دارم.
गूगल करो मैं सर्च कर दूँ कर चेंज शॉर्टकट शामस। मेरे वाइप एड्रेस है पी एफ सेंस से हो रहा है लोकल एरिया नेटवर्क का मौके बोरा था सदना दो सद शस्त हाश्त पीन जो दो दिया करा ये चेक में करो 192.168.50.1 बाले चुन सिक्योर ने स्मो एस एस एल सर्टिफिकेशन न दरें बहुत खतर योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट अटैक्स माइट बी ट्राइंग टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन हो बहुत मुश्किल नजर मेरा एडवांस में गेम में गेम वो आज किस्मत अनसेफ कंटिन्यू में गेम भले यस पी एफ सेंस इंटरफेस पी एफ सेंस मो गूगल इंटरफेस यूजर मो मामूलन एडमिन में बोसा و دیفالت پسوردش بدونی که شما ست کنین خود پی اف سنس می باشه میتونی شما پسورد را تغییر هم بدین و چینج کنین پسورد دیفالتش پی اف سنس است بله اونجا یک ستاپ ویزرد داریم میشه که را ببینیم که چی داریم ویلکم تو پی اف سنس The wizard will provide guidelines to all the initial configuration of PF Sense initial configuration ها تا اصلا تازی میتونیم انجام بدیم بیم ببینیم next میگیم 24/7 خواهی معلومات درباره خود سپورت پی اف سنس هست ایرم نیکست میگیم میتونه که اگر هست نیم مورا اگر تغییرم بدیم میشه یا همی چیز نیم مثلا نشته میکنم لاب داش پی اف سنس میگیم ایرم لوکل دومین درست مشکل نیست تغییر نمیتیم پرایمری دی این اس مورا هم نمی پینجا و پنج نیه که پینجا هست با نظرم پینجا یک را انتخاب میکنم سکندری را هم گوگل دینه سما را انتخاب میکنم درست نیست نیره نکس میگیم تایم سرور را امیره میگذاریم و یا کدام تایم سرور را کدام آدرس دیگر را اگر میفهمین میشه که او را تغییر بدین تایم زونتان باید تایم زون منطقیتان مشخص باشه خاطر که اپدیت هایی که مایه باید از طریق امو تایم زون سرور که در نزدیک امو تایم زون است باید چک کنه اگر ما تایم زون ما رو دیگه جا بگذاریم در اون صورت با مشکل یعنی سیستم ما مجبور میشه تا سرور های دورتر را چک کنه خواه ایشیا کابل داریم اینجا نیکس میگیم وای دیرا نتورک ما استاتیک بود درست است ایرا ما استاتیک خود ما ست کردیم یک آی پی از اما رینج وای دیرا نتورک برش داده بودیم که ای اس میشه کسی چینج هم کنیم مشکل نداره و ای هم گیت ویش بود اینا تغییرات اینجا کدام چیز نیاز نیست چه کنین بلاک پرایویت نتورک فرام انترینگ ویا وان یا بلاک نان انترنت راوتد networks from entering via one خب معمولا در چیزا که هست در راوتر ها و یا در فایروال ها معمولا در فایروال ها معمولا ترافیکی که از inside به outside میره معمولا او کلان اوپن می باشه و باز می باشه یعنی شما از لوکال ایرر نتورک تان بیرون را میتونن اکسس کنند لیکن از outside به inside یعنی از one side به LAN side معمولا کلان بلاک می باشه بخاطر که ترافیک بیرون نتونه وارد سیستم شما یا وارد نتورک شما شوه الهی که شما اگر شما چیز میکنید خودتان یکان کنکشن را الاو میکنید و اجازه میتین مثلا یک وی پی این اگر ست میکنید وی پی این چون از بیرون از نتورکتان شما نتورک داخلی تان وی پی این میکنید او را باز وقتی که ست میکنید در بخش رولز که میباشه وقتی که وی پی این ست کنید در بخش رولز خودش مستقیم اضافه میشه نیاز نیست که شما منوال اضافه کنید لیکن به طور عموم
نتورک از بیرون به داخل کلان بند می باشه در فایروال ها. خب نکست میگیم. خب لان آی پی ادرس ما ای است، سبنت ماسکش هم سلاش 24 است. ادمن پاسورد تان پی اف سنس بود، میشه که پی اف سنس بتن و یا اگر تغییر هم بتن اینجا میتونیم. ما بر فعلا تغییر نمیتونم، لیکن اگر شما در یک محیط کاری این سیستم اثبت میکنین، شما مجبور هستن که پاسورد تان تغییر بتن. دیگه پی اف سنس نباید بانن، بخاطر که پی اف سنس یک چیز دیفالت است که هر کس را میفهمه. ریلود گفتیم، تنظیماتی که اینجا اجرا شده اونا رو چی میکنه؟ کلن ست میکنه. خب پی اف سنس با فعلا کانفیگور شده، میشه که چک فور اپدیت بگویم و یا ما چک کنم که ورژانی که اینجا داریم به نظرم که ورژانی که ما دانلود کنم ورژانی جدید بود. خیر فنش میگیم، برای فعلا چک فور اپدیت نمیگیم خاطر که انترنت درست حسابی هم نداریم. خب ای اس از انترفیس خود داخل پی اف سنس چیزایی که ما اینجا داریم برمون نشان میده. اولی که در انترفیس ها ما دو انترفیس داریم، یکی وان سایت داریم، یکی هم لان یا لوکال ایرر نتورک داریم که آی پی ایشان مشخص است. اینجا هم نام دومین نیمی که برش مشخص کردیم lab.pfsense.localdomain، یک یوزر داره به نام ادمین، در کجا نصب است توسط ورچوال باکس ورچوال ماشین، دیوایس آیدیش اینی است، با یوز و مشخصات دیگه اینجا داریم. ورژن ازی 2.4.5 ریلیز است که کلان ورژن جدیدترین ورژن است بود که من ایره چی کردم، ایره انستال کردم که ورژن 2020 است. سی پی یو ما مشخصات دیگه ما است، دی این اس سرور با ایخو لوب بکش است و ای هم دی این اس سرور که ما ست کردیم و مشخصات دیگه که داریم. خب ما چی داریم اینجا؟ گزینه های مختلف در سیستم ادوانس، مثلا سرتیفیکت منیجر داریم و راوتینگ و مشخصات دیگه. انترفیس های ماست، دو انترفیس داریم. مثلا اگر شما چندین نتورک را توسط از فارول منیج میکنین، انترفیس های شما بیشتر از دو هم بوده میتونه و در سیستم میتونه بیشتر از دو NIC کارت و LAN کارت وصل میکنین و یک نتورک دیگر هم دو اضافه میکنین. خود در گزینه فایروال ما الیاس داریم، مثلا نامای مستعار داریم، نت داریم، رولزا اضافه میشه، اسکیجولر، ترافیک و ورچوال آی پی. در سرویسز ما میبینن که در سرویسز مثل یک راوتر پی اف سنس فایروال ما کار هم میتونه بکنه. مثلا دی سی پی ریلی داریم، دی سی پی سرور ورژن 6 دی سی پی شا داریم و همچنان دی ان اس داریم، دی ان اس فوروردر، ریزولور، داینامیک دی ان اس، ان تی پی، پی پی او ای، پوینت تو پوینت اوور ایدرنت سرور داریم، SNMP داریم، سیمپل نتورک منیجمنت پروتکل و چیزهای مختلف دیگه. میتونیم که VPN ست کنیم، IP security و غیره، OpenVPN. در بخش استاتوس هم میتونیم که معلومات های مختلف را از اینجا با بدست بریم. در بخش دایگناستکس هم مثل که در بسیاری از راوترها هم این کار میگم، مثلا ARP table اتان مثلا چک کنیم، authentication و مشخصات مختلف دیگه را از اینجا میتونیم چک کنیم. خب برای فعلا ما برای چیز نیاز داریم، سکوید نیاز داریم. بس ما در سیستم میریم، در سیستم پکیج منیجر میریم، به نظرم که پکیج های ما باید همیجا باشه. فعلا کدام پکیج اینستال نیست، ما میریم در باکس اویلیبل پکیجز، کدام پکیج ها فعلا پیش ما موجود است. این پکیج هایی است که ما میتونیم اضافه نصب کنیم، تولز تو بکاپ و ریستور فایلز اند برگز. میبینید که تولز های خیلی مختلف است، هر کدام از رگ ما چک کنیم ببینیم تک نتورک ما خیلی ها میشه مفید تمام شد. خب میریم یک قسمت والا جای سرچ داره با نظرم. بله اینجا چی میگیم؟ سکوید، سکوید میبینیم خاطر که پکیج های ما زیاد است. خب سکوید
یکی لایت سکوید داریم، یکی سکوید گارد داریم، ما به سکوید عادی ضرورت داریم، ما سکوید تنهایی های پرفارمنس ویب پراکسی کش 3.5 برانچ ایت کمپاینز سکوید از پراکسی سرور ویت کپیبیلیتیز آف اکتنگ از HTTP HTTPS ریورس پراکسی و مشخصات دیگه داره. بریم اینو انستال میگیم و ایره کنفرم میکنیم. اگر کدام مشکل دیگر خونه تا برما کدام ایرور نتا که طریقه نصب بشم به این شکل نصب میشم، چون من یک بار یک وقت ترای کرده بودم، وقت پی اف سنس من ورژن پوینتر داشتم، وقتی که را نصب میکدم دوباره ایرور داد به خاطر که ورژن سکوید بالاتر بود و ورژن پی اف سنس من پوینتر بود. در خاطر بیا میگفت که ایرور قصه بود که میگفت باید پی اف سنس تا یا اپگرید کو یا ورژن نوشه دانلود کو و نصب کو. خب اینجا گفته the admin account password is set to default value و صحیح سیره مگه چینج کو بخاطر که امکان داره که به مشکل بر بخوری باید چینج کنیم. خب ما فعلا روی سیستم با قسم تست کار میکنیم، نیاز نیست که چینج کنیم و الهی که چینج هم کنیم میتونیم. و اینجا گفته please wait while the update system utilizes initializes sorry منتظر میمونیم که یک بار ببینه که سیستم بارا نسته. خب این نظر به اینترنت کنکشن که دارین یک کمه تال میخوره، از ما شاید بیشتر تال بخوره خاطره که من اینترنت توسط موبایل وصل هستم دیگه. با او خاطر من میشه که اینجا ویدیو را پاز میکن و منتظر می باشم که تا قسمت چکنگزی تمام شود. من این را پاز میکنم ویدیو را بعدا ادامه میدم.